ادامه برنامه جهانما را جمهور ونزویلا میگوید که کودتای ناکام که دیروز در کاراکاس انجام شد از سوی کاخ سفید رهبری میشد نیکولاس مادرو جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا را به طراحی این کودتا متهم میسازد همزمان با این خوان رهبرم رهبر مخالفان ونزویلا از هوادارانش میخواهد تا هنگامی که به خواسته هایشان نرسند در جاده ها باقی بمانند صدها تن از هواداران و مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزویلا بار دیگر به جاده های کاراکاس برآمدند. مخالفان حکومت نیکولاس مادورو با پلیس ضد شورش این کشور درگیر شدند و پلیس در برابر آنان از گاز اشکاور کار گرفت. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزویلا که در جمع از هوادارانش سخن می گفت می گوید که کودت های دیروز از سوی جان بولتون مشاور امنیت ملی و کاخ سفید راه اندازی شده بود تلاشی که برای یک کودتا دیروز انجام شد و درگیری هایی که انجام شد از سوی کاخ سفید و شخصا از سوی جان بولتون رهبری می شد و آن را نکاهش می کنند. اما خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزویلا می گوید تا هنگامی که به خواستهایشان نرسند آنان به اعتراضهایشان در برابر حکومت این کشور ادامه می دهند. ما مدت درازی در جاده ها باقی خواهیم ماند و ما به گونه نیرومندانه به جاده ها می براییم و این کار متوقف نخواهد شد. ما به اهدافمان هر روز نزدیک تر می شویم و مطمئن هستیم که این کار انجام خواهد شد. از سوی هم طرفداران خوانگوایدو در واشنگتن و مادرید دست به اعتراض زدند و ضد حکومت نیکولاس مادورو شعار دادند حکومت نیکولاس مادورو پشتیبانی روسیه و چندین کشور دیگر را دارد اما خوانگوایدو از سوی ایالات متحده و کشورهای دیگر جهان پشتیبانی می شود در مورد بیشتر گفتگو میکنه با آقای فاروق حلیم و رابط رابطه بهم سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش اومدین به برنامه تشکر ممنون حلیم در نخست میخوام از شما بپرسم که چی چیز سبب این وضعیت نامناسب در وینزویلا شد این وضعیتی که در حال حاضر در وینزویلا است از کجا آغاز شد به نام یاد زیبای خداوند بزرگ بر سلام ادب خدمت شما و بیندای عزیز تولونیوس بحران فعلی در ونزوئلا محصول رقابت های یالات متحده امریکا حامیانش مثل فرانسه، بریتانیا، کانادا و سایر کشورهایی که نزدیک ونزویلا هستند و از طرف دیگه روسیه و متحدانش مثل ترکیه، ایران، چین، کیوبا و کشورهای دیگر در اصل آنچه که فعلا در ونزوئلا میگذره رقابت میان همی کشورها است از زمانی که آقای چاویز در دو قبل به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا انتخاب شد آقای چاویز با تطبیق سیاست های سوسیالیستی که داشت رابط خود با یالات متحده و متحدین یالات متحده قطع کرد و بیشتر گرایش خود را به کشورهای سوسیالیستی مثل چین و روسیه بیشتر ساخت و کیوبا او زمان بود که دخالت های ایالات متحده و متحدانش بر سر ونزوئلا آغاز شد و اموز او باعث شد که به نحو ایالات متحده احساس خطر بکن از موجودیت یک نظام سوسیالیستی در پهلویش که ونزویلا هست سرانجام با وفات آقای چاویس و به قدرت رسیدن آقای خوان گویدوک آقای نیکولاس مادرو, مادرو که مادو. جانشین آقای ونزوئلا جانشین آقای رئیس جمهور قبلی آقای چاویز بود اونا هم با عین سیاست به دنبال تحقق برنامه های آقای چاویز بودند و همین نسبت بود که یالات متحده احساس خطر بیشتر کرد و دخالت خود را و نفوذ خود را در ونزوئلا بیشتر ساخت و سرانجام مخالفان آقای نیکولاس مادرو از این فرصت استفاده کردند و تانستن روابط خود با ایالات متحده مستحکم بسازند و با استفاده از امکاناتی که از ایالات متحده و متحدین ایالات متحده به دست آوردند سرانجام حرکتی را شکل دادند که در حال حاضر به یک بوران کلان ملی در ونزوئلا تبدیل شده و احتمال فاجعه بیشتر از این در ونزوئلا میره بله آقای حلیم حتی کار به جای رسیده در وینزویلا که برخاست نظامیان روز گذشته ما شاهد بودیم که اینا شورش کردن در مقابل نظامیان دیگر در مقابل کسانی که حمایت میکنن از حکومت نیکلاس مادرو پس در حال حاضر چی کار باید بر خاطر وینزویلا صورت بگیره از طرف کدام کشورها تا این بحران در وینزویلا پایان پیدا بکنند. تنها راه پایان بحران ونزوئلا است که در شرایط کنونی مخالفان دولت با دولت در کنار میز و گفتگو بشینند و برای پایان دادن به بحران و فاجعه موجود در ونزوئلا راه حل سیاسی جستجو بکنند چیزی که حکومت ونزوئلا به رهبری آقای نیکولاس مودرو حاضر به نیست و از طرف دیگه مخالفین هم با توجه به امکانات عظیمی که در شرایط کنونی به دست و حمایت یک بخش بزرگی از مردم هم در کنار خود دارند بنان هر دو طرف در حال حاضر از موضع خود پایان نمیعن. و مشکلات هر روز بیشتر شده میره در حالی که تعداد زیادی از نظامیان هم کم کم به طرف مخالفین می پیوندن با توجه به وضعیت حالا راهی که وجود داره است که کشورهایی که در هر دو طرف جبهه قرار دارند کشورهایی که حامی دولت هستند و کشورهایی که حامی مخالفان دولت هستند اینا هم بنوی سازش بکنن و رقابت هایی که در ونزوئلا دارن برای پایان از یک راه حل پیدا بکنن ولی مهمتر از همه راه حل سیاسی است که مخالفین دولت با دولت کنار هم بشینن و دولت هم از موضع خود عقب بنشینه و روی یک حکومت عبوری یا موقت الا برگزاری انتخابات و توافق برسن در غیر از ای این بحرانی که در شرایط سیاسی بم... علی میتونه که ممکن باشه چون یالات متحده پیش از این اینا به نحو هشدار نظامی دادن به ونزوئلا که شاید اینا حمله نظامی به ونزوئلا داشته باشند. خب در این شک نیست که ایالات متحده در وضعیت به وجود آمده و بحران به وجود آمده در ونزوئلا را بهترین فرصت برای خود میدانه تا خطری که از جانب حکومت ونزوئلا احساس میکنه او را پایان بده با توجه به اینکه تعداد مخالفین و حکومت هر روز بیشتر میشه و حامیانش بیشتر شده میره یالات متحده را برای خود یک فرصت میدانه و از هر گزینه برای سرنگونی حکومت آقای نیکولاس مودرو استفاده میکنن بنان در صورتی که بحران همچنان افزایش پیدا بکنه شما میدانید که ونزوئلا در شرایط کنونی در یک بحران بحران خطرناک بشری مواجه اونجا مواد غذایی وجود نداره بهداشت نیست آب نیست حتی برق وجود نداره هر روز مردم از وضعیت کنونی به سوتو میان و این یک چانس طلایی به ایالات متحده و متحدین است که اونام از گزینه های مختلف برای سرنگونی حکومت آقای نیکولاس مادرو استفاده بکنن بله ولی یکی از راه های دیگر سرنگونی حکومت همان حمایت مردمی است در حال حاضر نیکولاس مادرو چقدر حمایت مردمی را به دست داره و همچنان خوان گوایدو خب طبیعی که در شرایط کنونی مخالفان حکومت بیشتر تانستن که حمایت مردم را به دست بیارند به خاطر از اینکه حکومت آقای نیکولاس مادرو در طول چند سال گذشته نتوانست اما خدمات اولیه که لازم بود برای مردم فراهم بکنه مردم از سیاست های آقای مادرو به سوتو آمدند بنان یک فرصت شد با مخالفین تا مردم را به سوی خود کسب بکنند فعلا تنها گزینی که تانسته از آقای مادرو و زو استفاده بکنه حمایت ارتش از آقای مادرو هست و در صورتی که حمایت ارتش از آقای بنان در صورتی که ارتش از حمایت مادرو دست بکشه مخالفین دست بالا خود داشتن و به زودی میتونن حکومت سرنگون بکنن ولی در شرایط کنونی بدلیل دلیل از که ارتش همچنان از حکومت حمایت میکنه حکومت به آسانی حاضر نیست که قدرت تحویل بده یا حداقل یک مفا... گفتگوی سیاسی با مخالفان و رای... پیدا کردن یک رای حل سیاسی با توافق برسند بله حمایت روسیه است نیکولاس مادرو و حمایت یالات متحده است خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزویلا هر دویش سبب شده که بحران پیدا نکنه و همچنان گسترده تر شده بره با گذشته هر روز دقیقا حمایت روسیه از حکومت باعث شده که حکومت همچنان بر موضوع خود تاکید و پافشاری بکنه حتی گفته میشه که تعدادی از نظامیان روسیه برای حفظ جان رئیس جمهور به ونزوئلا فرستاده شدن و روز قبل هم آقای جان بولتون مشاور امنیتی ملی ایالات متحده گفتن که قرار بود آقای نیکولاس مادرو فرار بکنه و به کیوبا بره اما روسیه مانع کار شده اینا نشان میده که به رقابت های جهانی و منطقوی باعث شده که بحران ونزوئلا هم همچنان دوام پیدا بکنه بنابراین تا زمانی که حمایت روسیه از حکومت موجود ادامه پیدا بکنه و حکومت همچنان به موضوع خود تاکید میکنه و از طرف دیگه مخالفان هم با بدست آوردن منابع مالی و تسلیحاتی از کشورهای مختلف مثل ایالات متحده فرانسه بریتانیا و آلمان و کشورهای دیگه میتونه همچنان برای دوام فشار خود بر حکومت بیافزایند بکنه بله، ولی در کنار از این میخوام که از شما بپرسم که در حال حاضر دیده میشه در بیشتر کشورها که این چنین بحران با وجود میاد دست کشورهای منطقه دبی وجود داره که اینا به به خاطر منافع خود بیشتر میکشن چون اینا کشورهای دیگر به بخ... میدان رقابت یکدیگر را قرار میدن و منجر به این میشه که یک کشور تمام هستی و دارایش از دست خب یکی از مسائلی که ونزوئلا میدان رقابت سیاسی بین کشورهای بزرگ قرار گرفته نفت فراوانی است که در ونزوئلا وجود داره و این نفت بیشتر در اختیار کشورهای های مخالف یالات متحده است یالات متحده یکی از آرزوهایش و چشمی که داره میخواه که بتانه این منابع و این نفت سروت عظیمی که در اختیار دولت ونزویلاست در این دسترسی پیدا بکنه دومی که ونزویلا در امساگی یالات متحده قرار داره و در صورت حضور کشورهای مخالف و رقیب ایالات متحده میتونه برای ایالات متحده خطر ایجاد بکنه بنان با توجه به این مسائل ایالات متحده تمایل داره که به نحوی ونزوئلا در کنترولش بوده باشه تحت اثرش بوده باشه و حتی اقل از ونزوئلا به عنوان کشوری کشور علیه ایالات متحده در آینده استفاده نشه بنان ایالات متحده ونزوئلا را برش اهمیت قائل است و کوشش میکنه که به نفوذ خود را در گذشته داشته داشته, داشته باشه بله آیا در قانون رابطه ملل مجازات هست برای این چنین کشورهایی که بیشتر میدان رقابت کشورهای دیگر رو برخواستان اینا تبدیل میکنند و به خاطر منافع خودشان بیشتر میکشن؟ خب ما مراجع بین المللی داریم مثل سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد که در صورت بروز تنش بین کشورها اونا باید مداخله بکنن و جلوگیری بکنن از مداخلات کشورها در امور داخلی کشورهای دگه اما در شرایط کنونی حکومت ضعیف و ناکارای ونزوئلا باعث به با وجود آمدن رقابت های و بین المللی در ونزوئلا شده سیاست های غلط آقای نیکولاس مادورو در امور داخلی کشورش و برخوردش با مخالفان بیشتر زمینه ساز وزور و دخالت کشورهای دیگر شده در صورتی که آقای مادرو و حکومتش می یا امو اصلاحات لازم سیاسی که در حکومت لازم بود به وجود می آوردن خدمات اجتماعی و نیازهای اولی مردم را فراهم می کردن ممکن وضعیت به اینجا کشانده نمی شد حالا مشکلی است که حکومت بناوی از هم پاشیده با مشکلات اقتصادی رو بروز مردم هم بس حکومت موجود بس تو آمده کشور کشورهایی که بناوی در امور این کشور مداخله میکنن برای خود یک ابزار و یک دلیلی دارن به اینکه حکومت موجود نماینده مردم نیست و باید حکومت کنار بره و یک حکومت دموکراتیک بر اساس رضایت و خواست مردم در ونزوئلا شکل بگیره به. آقای علیم. پس چرا سازمان ملل متحد تاکنون اینا واکنش نشان دادن اقدام در برابر وینزویلا به حل مشکل و بحران وینزویلا انجام ندادن علتش میتونه در چی باشه فعلا مشکلی که وجود داره که کشورهای عضو سازمان ملل متحد مخصوصا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو تقسیم تقس... تقسیم شدن یکی حامیان حکومت و یکی مخالفان حکومت بنان یک دیدگاه واحد هم در اونجا وجود نداره به همین دلیل اونها موفق به یک موضوع واحد در قبال ونزویلا نشدن تشکر اقای حلیم سپاس از این که بابا نموزی خیلی سپاس از شما تشکر.